همه چی آرومه، ما چقدر خوشحالیم. الان از اینجا میریم بیرون آروم. لا 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 لا، خیلی خوبه. چرا ساکت شدی؟ بخون. افتضاح میخونی ولی آرومم میکنه. وای الان از حال میرم. ساکت نباش، صدات حالمو خوب میکنه. پریای من، شما هم یه کاری بکنین دیگه، مادرتون واقعا حالش خوب نیست، حالم بده. چه پریایی؟ پریایی که رو سر من دیگه، دارم خفه میشم، نمیتونم دیگه نفس بکشم. بس دیگه، بس کمک. SOS help. نه بابا، پری از کجا در اومد؟ دارم میگم نمیتونم نفس بکشم، دارم اینجا تنگی نفس میگیرم. همینجا میگی پری؟ خدایا دارم میمیرم. وای دارم میمیرم، مردم. ای خدا، چرا من؟ باز کنید در آقا، چرا من باید گیر میفتم؟ این در رو باز کنید. کمک، کمک، نمیتونم نفس بکشم. آخ دیگه دارم میمیرم. لا اله الا الله. صدام چه دارم؟ کمک، 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 کمک. ای وای دیگه نفسم بند اومد. ببین درست شد، درست شد، درست شد، الان میریم. آره، بیرون، درست شد، بده من. نجات پیدا کردیم دختر، نجات پیدا کردیم دختر. دختر چیه؟ بلکن ببینم. نجات پیدا کردیم، خلاص شدم. یه اتفاقایی داره میفته، حس خیلی بدی دارم. چرا به من نمیگی حیات؟ از وضعیت الانمون بهتره؟ ببین بینمون چه فاصله ای افتاده. یه روزه چه برای سر ما اومد. لیلا خانم، سر صبحی کجا میرین؟ میخوام یکم هوا بخورم. اما هنوز مریضی. دخالت نکن، من خوبم. به مراد خان خبر بدم. نه نه، به کسی چیزی نگو. کجا رفت سر صبحی؟ بذار برم به آقا مراد خبر بدم.
مردک، تو برای چی به زن من زنگ میزنی؟ چرا؟ خوب شد تو جواب دادی، میخواستم باهات حرف بزنم. بگو، گوش میدم. خب یه داستان جالب راجع به خودت میخوام بگم. تو سارتم، بیا واسط قهوه هم درست کردم. وای سلام میام، منتظر باش، منتظر باش، این دیگه آخریشه. گوشی من زنگ خورد؟ نه زنگ نخورد. داری میری شرکت؟ وایس آمادشم، منم باهات میام. نه نه، تو امروز نمیای، من میرم. چرا پولو نیاوردی؟ اگه یکم منو میشناختی میفهمیدی که من از کسی دستور نمیگیرم، از این تهدیدهای مسخرتم نمیترسم اصلا. یعنی چی؟ یعنی الان اومدی التماس کنی که به پسر چیزی نگم؟ من به کسی التماس نمی کنم. این دیگه چی؟ میخوای منو بکشی؟ کاش همون روز که از پله ها افتادی در جا میمردی. تو داری جدی میگی؟ یعنی واقعا به خاطر اینکه به پسرت نگم میخوای منو بکشی؟ تو نباید پسرمو ناراحت کنی. بمیر. ولش کن. ولش کن میگم. تو اونو بدش به من. ولش کن. مراد، چرا من نمیتونم بیام شرکت؟ کشش نده حیات، نمیخوام امروز بیای. یه چیزی هست که به هم نمیگی. تو هم به من نمیگی، مساوی شدی. آقا مراد، میخواستم شما رو بیدار کنم. مگه چی شده؟ لیلا خانم نیم ساعت پیش رفتن بیرون. کجا رفت؟ نمیدونم، گفت حوصله‌ام سر رفته. میخواستم بیدارتون کنم ولی اجازه یعنی نداره. یعنی کجا میتونه رفته باشه؟ بله. پسرم. مامان کجایی؟ صدا چرا اینجوریه؟ زخمی شدم. چی؟
پارک نزدیک خونم. غزل این کارو کرد. دو چی؟ چطوری؟ سریع به آمبولانس زنگ بزن، بگو بیان پارک پایین خونه. الو الو مامان، هنوز اونجا ای؟ این دفعه مادرت داره میمیره، باید یه چیزی بهت بگم مراد. تلفن رو قطع نکن. باشه باشه، تلفن رو قطع نکن مامان، دارم میام. باشه. راستش مادرت خیلی دوست داشت، حتی یه روزم نبود بهت فکر نکنه. پسرم معذرت میخوام که اینقدر مادر بدی بودم. مامان هیچی نگو. پسرم من تو رو بل کردم، چون که نامردی بود که با همچین مادری بزرگ شی. من از دست تو عصبانی نیستم، ناراحتم نیستم، همه چیو فراموش میکنم. آروم پسرم. پسرم خواستم یه خانواده خوب داشته باشی، خواستم فکر کنی من مردم، فکر کردم اینجوری خوشبخت میشی. مامان هیچی نگو. باشه پسرم، فراموش نکن، بدون که مادرت همیشه دوست. خدافزی نکن، تعامل کن، دارم میام، رسیدم دیگه. منو میبخشی؟ مامان میگم اینجوری نگو، خدافزی نکن. بگو که بخشیدم. بخشیدم بخشیدم بخشیدم. باشه مامان، کجایی؟ کجایی مامان؟ من رسیدم مامان، کجایی؟ معذرت میخوام پسرم، این دفعه فقط به خاطر تو این کارو کردم. ببین رسیدم. کجایی مامان؟ مامان اونجایی؟ ببین من اومدم. کجایی تو؟ مامان تو کجایی؟ نزدیک چی هست؟ اومدم مامان، اومدم مامان. مامان الفاتحة.
شاعر توی شعرش میگه وقتی مادر تو از دست میدی رد پای کفششم برات با ارزشه. تو مردی ولی حتی یه رد پایم برای من نذاشتی. دوباره مثل همون بچه 6 ساله ایم که پشت سرت به دریا خیره میشه. من تو زندگی همچین بار سنگینی رو دوشم حس نکرده بودم. غمی که قلبم رو تیکه تیکه کنه رو تجربه نکرده بودم. تو دست من امانت بودی اما من نتونستم ازت مراقبت کنم. من تو رو به قاتلت سپردم مامان. من این کارو کردم. تو این سویچو بگیر با ماشین برو باشه، من خودم حلش میکنم. برو. آدم خوبی نبود، خیلی دروغ گفت، به خودش بدی کرد، منو بدون مادر گذاشت. اما همچین چیزی حق کسی نیست. هیچ کس مستحق این نیست که تنها تو پارک بمیره. داغون شده هم پسر پریشون. دنیای فانیه، زن بیچاره مثل پرنده پر زد و رفت.
مامان جون دستتو بده ببوسم آشتی کنیم تو قبرستونی ما. دنیا دنیای دروغیه، روی زخمم نمک نپاش. بده دستتو ببوسم. را بیافت بریم. یعنی تو میخوای نوتو ندیده بمیری؟ دختر این باز گفت نوه؟ آره گفت نوه. میگم وقتی حیات اشتباه میکنه میبخشی، چرا منو نمیبخشی؟ ببینم مگه حیات کاری کرده که ببخشمش؟ هان مگه مثل تو بیخبر رفت بچه دار شد؟ اونم کرده دیگه. چی کار کرده؟ بچه دار شده. چی؟ ای خدای بزرگ، دروغ گفتن در محضر بزرگ تو خیلی سخته. خودت حال و روز این بنده تو درک کن، پیشا پیش عذر منو بپذیر. جمیل چرا ساکت شدی پسرم؟ حرف بزن دیگه. گفتم دیگه حیات حامله است، داره بچه دار میشه. پسرم تو اینو از کجا شنیدی ها؟ از چیزه، از اون زنه، از توبا شنیدم. اگه توبا گفته پس حقیقت داره دختر. فهیمه دارم مامان بزرگ میشم، مامان بزرگ. خبر خوبو بهت دادم دیگه، منو بخشیدی دیگه. آره بیا پسرم. اخ مامان جون، تو زندگی رو برای من سخت کردی. خسته شدم. جمیل ببین، میگم حالا که بخشیدمت دیگه از این به بعد پررو نشی. فردا پس فردا دست بچه رو نگیری بیاری خونه. دکی خب اگه من نتونم بچه رو بیارم، پس برای چی تو این مکان مقدس دروغ گفتم؟ میدونم چی کار کنم. صبر کن، تازه شروع کردیم. از اون زنه اصلا خوشم نیومد، حتی ازش متنفر بودم، ولی مردنش خیلی مسخره بود، حتی منم ناراحت شدم. دریا خانم، به نظر شما حلوا کافیه؟ مزخرف نگو. کی قراره به خاطر اون زن بیاد اینجا به ما تسلیت بگه؟ تازه میپرسی کافیه یا نه؟ تا گفتم زنگ زدن، دیدی؟ تو به کارت برس، من خودم درو باز میکنم. خیر باشه. اومدم تسلیت بگم. چرت و پرت نگو، فوراً از اینجا برو، شر به پا میشه، زود باش. مادر شریکم مرده، اجازه بده توی این روزای سخت کنارش باشم. خب هیچ کس نیست؟ هنوز نیومدن. خوبه، پس منتظر میمونم. بوی حلوا میاد. به خاطر این عجول بازیات آخرش تمام نقشه هامونو خراب میکنی امروز. ببین من تله گذاشتم و منتظرم تا حیات گیر بیفته. اگه من به اندازه ای که تو گفتی عجول بودم، الان باید میرفتم و کل حقایقو میذاشتم کف دستم. درسته، از یه جهت میتونیم بگیم شانس آوردی، چون مردن مادر مراد به نفع تو شد. چطوری؟ به خاطر اینکه حیات الان نمیتونه بره جلوی مراد و بهش بگه عشق من مامانت مرده، تو همین جوریش هم جز این خانواده نیستی. یعنی حیات سکوت میکنه تا مراد بیشتر از این داغون نشه، پس پیشنهادم رو قبول میکنه. خوبه. خب از من پذیرایی نمیکنی؟ کشش نده، خواهش میکنم، زود باش برو بیرون. حالا که اوضاع به نفع ماست بی خودی درد سر درست نکن، زود باش. ببین تو نمیتونی به من دستور بدی، من هر کاری که دلم بخواد انجام میدم، در ضمن آدم تو هم نیستم، فهمیدی؟ خوبه. پسرم بیا. آی پسرم، باز به تسلیت میگم. ممنونم. مراقب خودتون باشین حیات، مخصوصا تو. چرا؟ آی همین جوری گفتم دخترم، طبق عادت همین جوری بود. بگذاریم، من دیگه میرم. خداحافظ. خداحافظ. مراقب خودت باش. حیات تو نمیای، من سارت کار دارم. مراد کارا رو بیخیال شو، بعدن حلش میکنی. بیا امروز با هم باشیم. نه من میرم. پس منم تو رو تنها نمیذارم. حیات ببین، همین جوریشم اصلا حوصله ندارم، خواهش میکنم با هم کل کل نکن. منم با هات میام. حیات نمیای.
اونجوری به من نگاه نکن. ایشالله که خیر باشه دخترم. شوهره چرا سر داد زد ها؟ شما دوباره میونتون با هم دیگه خراب شده؟ دیروز مامانش رو از دست داده، امروز هم خاکش کرده. بزنین یکم حالش بد باشه، یعنی اونم آدم دیگه، سنگ نیست. آره خیلی خوب باشه، راست میگی، ولی بازم کار درستی نیست که اینجوری سر داد بزنه. آره مامانت راست میگه دخترم، نباید اینطوری سر داد میزد، مخصوصا با این حال و اوضاع باید خیلی بیشتر هواتو داشته باشه. مگه حال من چشه؟ چه خبره؟ بریم دیگه، هوا سردی، زود باشین زود باشین بریم تو. کجایی؟ خونم، خونه شما. دارم حلوای مادرتو میخورم، اما تو نیستی. مراد اونجایی؟ تو خونه من چی کار داری؟ زود باش از اونجا برو بیرون، دیگه تکرار نمیکنم. اومدم خونت برای تسلیت، اون وقت داری بیرونم میکنی؟ عجب، میبینی کارمون به کجا رسیده؟ ببین امره، اعصاب منو خورد نکن. از خونه من برو بیرون، دارم میرم سارته، بیا اونجا حرف میزنیم. باشه، امروز ناراحتت نمی کنم. ببین، باز تلفن رو روم قطع کرد، این داره منو عصبی میکنه، میبینی؟ خب تقصیر خودته. چی گفت؟ به تو مربوط نیست. یعنی چی؟ یعنی مراد سارسیلماز نیست؟ دختر مگه همچین چیزی ممکنه؟ این چه وضعیه؟ حیات شوخی نکن، سر به سرمون نذار، چون اصلا خنده‌دار نیست اصلا. دخترو چرا باید شوخی کنم؟ چرا باور نمی‌کنی؟ این خبر دروغه، مگه همچین چیزی ممکنه؟ باور نکنه، امکان نداره. مراد سارسیلمازه، تازه از همه سارسیلمازتره. تازه اون امری عوضی با این تو رو تهدید کرده. آره میخواد ازت باج بگیره. یه چیزی بگم، این جرمه جون، بهش میگفتی این دروغا رو از هر کجا که آوردی گمشو برو بده به همونا. چرا باور نمی‌کنی؟ از مادر خدا بیامرزشم پرسیدم، سکوت کرد، جواب نداد، انکارم نکرد، گفت تو صبر کن من حلش میکنم. خدا رحمتش کنه، بنده خدا با کلی راز از این دنیا رفت. از دست شما با این افکار شیطانیتون. بگیم ببینم اینجا ستایی نشستین در مورد چی حرف میزنین ها؟ مامان تو این اوضاع در مورد چی باید حرف بزنین؟ آخه تا از در اومدم تو ستاییتون ساکت شدین، برای همین گفتم. چه حرفی میتونیم بزنیم؟ باشه باشه فهمیدم، بالاخره که بوش در میاد دخترم. گفتی بو خاله امینه جون، ببینم این بوی چیه؟ خیلی بوی بدی میده. آب گوشت قلمه، توش سیر و پیاز و هویج و کلی چیزای دیگه ریختم، برای سلامتی خوبه، برای دخترمه، برای حیاتم. برو کنار ببینم، برو کنار. چرا باید اینو بخورم؟ گوش بشه به تنت، ایشالله. دهنتو باز کن ببینم، باز کن باز کن. مامان من اینو نمیخورم، خیلی بوی بدی میده. گفتم بخور، دهنتو باز کن ببینم. گشنه نیستم، گشنه من بشه خودم میام میخورم، بچه که نیستم. مانم به هم میخوره. اولش همین طوریه دخترم، میگذره ایشالله، میگذره. من چه آدم خوبی بودم، راستگو و درستکار بودم، الان شدم یه حق باز دروغگو. برگشتی میگی حیات حامل است. حیات که حامله نیست، چرا دروغ میگی؟ اگه دروغ به دردت میخورد باز یه چیزی به درد نمیخوره که، بازم این بچه بیگناه موند وسط. مادرم که اصلا براش مهم نیست. ای بابا. Hey you, come here. با منه؟ تو دیگه بیا. آخ چیز خیر باشه تو با خانم، این بسا چیه؟ واسه بچه های محله بالاست، کارنامه هاشونو گرفتن، دیدم یکی کاپشن نداره، واسه شون یه چیزایی خریدم آوردم دیگه. بچه ها رو میشناسی؟ نو، برای اولین بار دیدمشون. عجب، ببین چه زنیه، قیافش این سنگه ولی قلبش این پنبه است.
بچه دوست داری؟ مگه میشه بچه دوست نداشته باشم؟ من همه بچه های دنیا رو دوست دارم. آخ من فدای تو. پسر چی میشده که با این زن ازدواج میکردی؟ از عشقش دارم میسوزم میسوزم. بچه هم که دوست داره، از بچه هم مراقبت میکنه. به به اینجوری با یه تیر کلی نشون میزنم. چیه؟ چرا نیشخند میزنی؟ با من ازدواج میکنی؟ What? Yes, yes, yes. آره آره ازدواج ازدواج میکنم. تو برو کنار، برو برو، دارم ازدواج میکنم، دارم با جمیل ازدواج میکنم. واقعا؟ معلومه که نه. شرم و حیام حد و حدودی داره. خدا، پس این کجاست؟ این دختره اینا رو کجا گذاشته؟ آیا؟ آیا؟ دختره من چند تا کتاب داشتم، کجا گذاشتیشون؟ کلی گشتم پیداشون نکردم. من الان براتون پیداشون میکنم. چی شده؟ چیزی شده؟ عزیزم خانم، من میخوام بهتون یه چیزی بگم. بگو دخترم، نکنه باز دریا کاری کرده، چیزی گفته؟ شما که رفتین تشییع جنازه؟ دخترم تو دهنت مزه مزه نکن، هرچی شده بگو. شوهر خواهر؟ نگرانت شدم، برای همین گفتم بیام یه سری بهت بزنم. آه، پایین عین باد از کنارمون رد شدی؟ نه نه، چیز مهمی نیست، نگران نباش. شوهر خواهر، درکت میکنم. خیلی هم خوب درکت میکنم، نگران نباش. به خاطر داداشت حالت گرفته است، آره؟ نتونستی پیداش کنی بیاریش تشییع جنازه مادرش. اما تو نگران نباش، ما تو ازمیت کلی فامیل داریم، من به همه شون سپردم، به امید خدا به زودی پیداش میکنیم، اصلا نگران نباش. باشه؟ امیدوارم امیدوارم. ممنون. از صبح تا حالا چیزی نخوردی؟ حتما معدت خالیه، گرسنه‌ای؟ میخوای برات یه توست به سبک جمیل دست طلا درست کنم؟ آره میخوری؟ خوبه. ممنون. آشه بگو دیگه دخترم. چیزه بشقا، یکی از بشقابای اون سرویسی که خیلی دوست داشتین رو شکستم. فقط همینو میخواستی بگی؟ بشقابه دیگه، میشکنه فدای سرت. من برم کتابا رو براتون بیارم. من به آقا مورد خبر بدم که نیازی نیست. نگاش کن نگاش کن، تو رو خدا راه رفتنشو ببین، راه رفتنش هم حرص آدمو در میاره. هر روز که میگذره تعداد خوشتیپای این شرکت بیشتر میشه. تسلیت میگم. اجازه ندادم بشینی. آروم باش، یعنی یه قهوه هم نخورم؟ میگم امره، امره، همون مردی که موزرده سیبیلاش هم عین گربه است. خب چی شده؟ مشکلش با شوهر خواهر من چیه؟ الان اومد رفت اتاقش، با اون حرکت های مسخرش تیپش هم مسخره است. این یارو دنبال درد سر میگرده، از الان بگم من بیکار نمیشینم. داداش یه لحظه یه لحظه، الان امره اونجاست؟ تو اتاق مراد؟ آره دیگه. باشه قطع کن قطع کن. درس هم قبل از اینکه شروع کنیم یادم رفت بپرسم بانک بهت زنگ زده؟ بانک چرا باید بهم زنگ بزنه؟ نپرس، تو که نبودی به من زنگ زدن. اوضاع یکم خرابه،
در مورد بازپرداختی های وامی که دادم پرسیدم. راستش میدونی منم داشتم به تو فکر میکردم. نمیگی هیچی به مراد نمیگی. چرا باید کاری که تو میگی رو بکنم؟ امره تو عقلتو از دست دادی، من خودم میکشمت. منم خیلی دلم برات تنگ شده. باشه باشه، ببین همدیگه رو ببینیم بعدش حرف میزنیم، اما الان نمیگی. امروز نه، امروز به مراد هیچی نمیگی. باشه همدیگه رو ببینیم. ببخشید یه کار فوری برام پیش اومده، میشه این صحبتو بذاریم برای یه وقت دیگه؟ برای چی عقب بندازیم؟ الان بگو دیگه. یه کار مهمتر برام پیش اومده. بعد اصلی یادت نره به دوست زنگ بزنی و باید اون آزمایش دی ان ای رو حتما انجام بدی. باشه باشه عزیزم، اون با من، تو نگران نباش. اول به دوستم زنگ میزنم، بعدش میرم پیش دروک. چرا عجله میکنی دخترم؟ کار دارم مامان جون، باید برم. باشه حالا میری، بیا ببینم. بیا وایسا ببین این شیره میوه بلوطه، هر روز صبح ناشتای یه قاشق چای خوری از این میخوری، اما زیاده روی نکنی. مامان جون من الان کار دارم، بعدن میام اینا رو میبرم. باشه باشه حالا میری، کار که فرار نمیکنه دخترم. ببین اینم ماست گاو میشه، از اینم میخوری. ببین همه اینا اصلا نمیدونی چقدر سخت پیداشون کردم. قربونت برم، مراقب خودت و خوراکت باش دختر خوشگل من. مامان جون من الان میرم، قول میدم برگردم اینا رو با خودم ببرم. خداحافظ. باز دوباره چی تو سرته؟ انتخاب کردین؟ خانم؟ ببخشی یه خورده آب لطفا. حتما. چطوری عزیزم؟ به مراد همه چیو گفتی؟ راستشو بگو. اگه میخوای از خودش بپرس. ببین امره همین جوریش اعصابم خورد، بدترش نکن. نه نه جدی میگم، ماشینش دم دره، اگه میخوای خودت برون نگاه کن. تعقیبت کرده، چرا نپیچوندیش؟ تو که دیدی داره تعقیبت میکنه، واسه چی اومدی؟ تو شوهرتو بهتر از من میشناسی مگه نه؟ طاقت نمیاره، یکم دیگه میاد پیشمون. مردی که یه عوضی. دستشویی اونجاست. لعنتی تلفنمو جا گذاشتم. خوش اومدین. عشق لفتن انلمان.